درود و سلام. بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. سهم روس‌ها در ناامنی‌های شمال چیست؟ باور این است که پشت جنگ افغانستان مثلث تروریسم، مواد مخدر و استخبارات منطقه وجود دارد. از قبل‌ها به این سو نزد حکومت افغانستان پاکستان از همه بیشتر متهم بوده است. اما چیزی که در این پسان‌ها نگرانی هم دولت افغانستان و غربی‌ها را در پی داشته، تماس روس‌ها با طالبان بوده است. عده‌ای در ناامنی‌های شمال و حملات پیچیده مثل قلوردوی شاهین دست استخبارات منطقه را دخیل می‌دانند. حالا پرسش اصلی این است که واقعاً نقش منفی روسیه در افغانستان دیگر شروع شده است. سهم روس‌ها در ناامنی‌های شمال چیست؟ گفتگو روی این موضوع با آقایان دکتر شکیب منتظری استاد دانشگاه و خلیل رحمان شهیدزاده عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزارم از حضورتان جناب استاد و آقای شهیدزاده هم تا همین لحظات با ما در بحث شریک میشن. واقعا سهم روس‌ها در ناامنی‌های شمال چیست؟ نگرانی از تماس روس‌ها با طالبان جدی است و شما با جدیت و قاطعیت میگن که قطعا دست روس‌ها دخیل است، جنگ افزار میده به طالبان، کمک میکنه، کمک اطلاعاتی استخباراتی، حتی ممکن در حملات پیچیده مثل قلوردوی شاهین دست روس‌ها باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب. بحث چگونگی نقش روس‌ها را در قضیه امنیت ناامنی در افغانستان به طور کل و در قضیه ناامن شدن صفحات شمال افغانستان به طور خاص میشه به دو بخش تقسیمش کرد: عوامل ایجاد کننده و عوامل تداوم بخش. ما برای تشدید و تداوم ناامنی در افغانستان عوامل ایجاد کننده داشتیم در گذشته ها و عوامل ایجاد کننده داریم در بردن معضلات ناامنی در صفحات شمال افغانستان. اگر شما از زاویه عوامل ایجادگر ببینین، روس‌ها نقش بسیار اندکی داره در قضیه، در بردن ناامنی در صفحات شمال افغانستان. ولی اگر بیاین شما برای به صورت مقطعی به یک مقطع خاصی از زمان که امروز باشه و از یک سال به این طرف باشه بیاین بپردازین، باز نقش روس‌ها در ناامنی صفحات شمال افغانستان خیلی برجسته و اساسی است که البته باز دخالت اونا باز عواملش زیر پای عوامل ایجاد کننده است، کسایی که ایجاد کردن ناامنی در اون طرف و بردن. روس‌ها علاقمندی نبودن که جنگ در کدام قسمتی از افغانستان صورت بگیره، ولی علاقه هم نداشتن که ما به صلح برسیم، ما به امنیت برسیم. برای چی؟ چون ایجاد یک نظام مقتدر قوی با حمایت آمریکا و در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و ناتو و داشتن قرارداد نظامی و استراتژیک با ایالات متحده و پیمان اتلانتیک شمالی، اینا به نفع روسا نبود. باز او روی سکه ضعف نظام تا او پایه‌ای که باعث سقوط نظام شود، نبود نظام، موجودیت آنارشیزم، رفتن افغانستان به سوی هرج و مرج، تبدیل شدن افغانستان دوباره به یک پایگاه اسلام تندرو و رادیکال در افغانستان، اینا بازم به نفعشان نبود، چون موجودیت یک ایدئولوژی تند ضد روسی، ضد سوسیالیسم، ضد لیبرالیسم، تا اندازه ضد دموکراسی، اینا بیشتر از آمریکا و جهان غرب منطقه را تهدید میکرد، چنانچه دیروز هم در معرض خطر قرار گرفتن و به نحوی چینایی ها برای اینا و روس ها و برای روس هم تهدید است. برای روس هم تهدید. حالا روس ها به حمایت طالبا با همین ایدئولوژی و سازمان با همین ماهیت که خطر برای همه دنیا و روس میتونه باشه میپردازن به کمک اینها. شما یک اصل در روابط بین الملل در نظر داشته باشین که کشورها هیچگاه توقع نداره و دولت ها هیچگاه توقع نداره که از یک مقطع زمانی عبور بکنن و دشمنی نداشته باشن. بله. توقع همه دولت‌ها امروزه به اساس دیدگاه واقع‌گرایی و تا اندازه نه واقع‌گرایی همی است که جهان آنارشیزم است، جهان هرج و مرج است، موجودیت جنگ حتمی است. اما جنگ برای صلح است، نه جنگ برای جنگ. برای همین است که روس‌ها مخالفت می‌کنند با دولت افغانستان. موجودیت دشمن یک اصل پذیرفته شده است، ولی در بعض مواقع
با دشمنی که خیلی امنیت ملی و منافع ملیش را تهدید نکنه، دشمنی ضعیفتر کنار میاین برای رقابت با دشمن بزرگتر. خب این قضیه افغانستان و بعضی روسا هم است. با شکلگیری تفکرات تا دایشی در افغانستان و آمدن رد پای آیسیس به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام در افغانستان و به برداشت اونا و فرضیه اونا که گویا اینا به خودی خود نیامدن و اینا پروژه هایی است که تطبیق میشن برای ایجاد ناامنی در منطقه ما و آوردن فشار بالای روس ها و حوزه نفوذشان در ایجا برای گرفتن امتیاز در خاورمیانه، برای گرفتن امتیاز در حوزه بالکان، برای گرفتن امتیاز در اوکراین، برای اینا یک پروژه میدانن آیسیس را و دولت اسلامی. درست است، اما اونایی که مخالف هستند خیلی هم کم نیستند، میگن غلط است، اشتباه است. دولت افغانستان هم که به صورت رسمی بیشتر پاکستان حمایت میکنه و کشورهای در منطقه را، مثلا کشورهای حوزه خلیج عربستان برای تمویل گروه های عراق‌افغان مثل داعش و طالب، و پاکستان بیشتر. فراموش ما نشه که تمامی پدیده های جهانی به خصوص پدیده های سیاسی عوامل مختلف خود دارند و باز هم تذکری که تمامی عوامل نقش مساوی و مشابه به همدیگر ندارند و چه بسا عواملی که یک عامل باعث عامل دیگری شده. به صورت عامیانه کشورهای مختلف در آوردن طالبان در افغانستان برای نهادینه ساختنش و برای تداوم حیاتش، حیات سیاسی اونا در ایجه نقش بازی میکنند. برای آوردن داعش هم کشور واحد را شما نمیتونین دخیل بدانیم، ولی از یک طرف تمامی کشورها نقش مساوی و مشابه هم ندارن. نقش پاکستان به اندازش هست و دیگر آباندازش. میگن منافع ما در تماس با طالبا، تهدید مشترک ما، دشمن مشترک ما با طالبا داعش است. اما آمریکایی‌ها و حکومت افغانستان که در برابر داعش جدیت لازم به خرج میتن، از استفاده بزرگترین بم تا گفتنی که تی این سال داعش نابود میشه در افغانستان، باید روس‌ها نگران نباشند با توجه به این رویکرد و جدیتی اگر، که اگر روس‌ها از موجودیت داعش در سرمرزهای حوزه نفوذش و تحت قیمومیتش نگران است، به یک اشتباهی گذشته تر خدا متوجه شوند که شما بستر امن نگاه کردین، یعنی شما کشورهای منطقه همسایه و کسایی که زیر نفوذ بودین کوش کردین این فضا را نام نگاه بکنین، پس داعش و هر جریان رادیکال قوی تر از طالبا در بستر ناامن شکل میگیره. واقعا همین موضوع مسئله واضح هست که نگرانی روسیه از داعش است، داعشی که برای خودش تهدید میدونه یا نه، که رقابتش با آمریکا مسئله مهم است و داعش بهانه است. اگر جدیت لازم باشه که آمریکایی‌ها به خرج دادن دیگه، بزرگترین بم غیر هسته‌ایشون استفاده میکنن و از نابودیش تا یک سال میگن. آنجوری که شما صحبت میکنین بحث از هدف نیست، بحث از مقاصد است. هدف اغلب هدف واحد رو دنبال میکنن کشورها، ولی مقاصدی است چندگانه که باز یک کشور را و یک دولت را یک سازمان را به هدف میرسانه. بهانه گرفتن داعش یکی از مقاصد روس هاست، به نحوی از آنها یک سوژه داده برای که ایالات متحده و متحدینش را در اینجا بدنام بکنه و جامعه افغانی را نسبت به اینا بی‌باور بکنه، یک اجماع و انسجام منطقه‌ای حول محور خودش در تقابل با آمریکا و هم پیمانایش در اینجا شکل بده. بهترین سوژه برای کار داعش است، بهترین سوژه و بهترین ابزار که میتونه بهره برداری بکنه. چگونه چینایی ها را در اینجا با خود نزدیک بکنه، چگونه ایرانی ها را با خود همسو بسازه. اینا یک بحثی است که واقعیت چیست. یک بحثی سوال شما این بود که روس ها در چی مفاد دارن، اما مقصد بزرگترش که تبدیل به هدف میشه او بردن ایالات متحده آمریکا به یک جنگ فرسایشی در افغانستان، گرفتن انتقام دوران جنگ سرد، چنانچه آمریکا اینا را به جنگ فرسایشی برد و تا انرژی و توانش نزدیک به صفر ساخت، و از او طرف به چالش کشیدن یک نظام افغانی که به نحو متکی به ایالات متحده آمریکا و جهان غرب است. همه اینا اهدافی است که از جانب روس‌ها دنبال میشه. وقتی اجازه ندادن که ایجا یک بستر امن شکل بگیره و همکاری نکردن، خب درست است شاید آمریکایی‌ها هم در این نقش خود دارن. اگر بحث اون طرف بره، باز ما شما صحبت‌های در زمینه هم خود داشتیم که عرض کردم عوامل مختلف بر تجدید و تداوم ناامنی ما بازی کرد. یک از اون مهره ها روس هاست. اما ای که بحث تو میشه که روس ها چرا حمایت میکنه از ناامنی در افغانستان،
چرا امروز باز هم خود به مخمصه انداختم منطقه را اماره؟ عواملش اینی بود. داعش یک تهدید است چون برای میگن روزها؟ که ممکن داعش بهانه باشه پیش روزها برای ضربه زدن آمریکا و تضعیف حکومت افغانستان. تهدید داعش برای روس و حوزه نفوذ روسیه یک واقعیت است. اما که آمریکایی‌ها جدیت به خرج میدن، اما از این واقعیت بهره برداری میکنن. ولی آمریکایی ها اگر میایه یک قاطعیتی از خود در مقابل داعش نشان میده، باز خودش جای بحث داره. چه نوع قاطعیت؟ آیا پرتاب یک بم به معنای تقابل جدی آمریکا در مقابل داعش است؟ آیا دادن چند تا کنفرانس مطبوعاتی اینا بیانگری است که ایالات متحده آمریکا واقعا با داعش در دنیا و خصوص در افغانستان مبارزه میکنه؟ اینا هم جای سوال خود داره. اما روس ها نکته بسیار ظریف و باریک دیج است به اساس حوزه تخصص ما که رابطه بین الملل باشه، که موجودیت داعش به عنوان یک تهدید واقعی برای روس ها عجب یک سوژه و بهانه برای بهره برداری شام شده. یعنی تا او پایه که امروز روس ها از این تهدید بهره میبره، بسیار بهره برداریش به فیصدی بالاتر از تشوشاتش، هزینه هایش و تحرکات نظامی و استخباراتیش است. اما از اینکه میگیم که واقعی هم است تهدید برای واقعی هم است روس ها، تهدید واقعی است، روس ها توانایی جلوگیری شده دارن. ببینین در هر دو صورت تهدید وجود داره، اما روس ها و متحدین روس توانایی دفاع از این تهدید را هم دارن. ولی امروز کلانترین سوژه برای روس و کشورهای مانند روس که چون مثل اینا فکر میکنن، بیشترین بهره برداری را برای انسجام درونی خود منطقه میکنه. شما شاهد رپ هستین، روسیه، ایران، پاکستان، یک شکل گیری کشور سیگانه. در اینجا بعد نزدیک شدن چینایی ها با اینا، متکی شدن بیشتر کشورهای آسیای میانه حول محور روس از ترس وحشتی که فعلا دبیغ گوشان رسیده و نزدیکشان آمده اینا. بله، روس ها از این تهدید موجودی که هم به صورت بالفعل به صورت کمتر بالقوه به صورت بیشتر تهدید میکنه منافع ملی و امنیت ملی روس ها را، بیشترین بهره برداری را میکنن. خب، تا ای که شما او تهدید باشه. میگن که نقش منفی روس ها در ناامنی های شمال هست و از عوامل ایجادگر و ایجاد کننده ناامنی ها در شمال میگن. عوامل ایجاد کننده چه کسایی هست و عوامل ایجادگر چه کدام هاست؟ روس ها را من به عنوان عوامل تداوم بخش و تشدید بخش ناامنی های شمال معرفی کردم، اما عوامل ایجادگر نیستند. اگر بودن هم 20% سهمشان کم است. عوامل ایجادگر اونمو نهادها، سازمانها و دولتهایی است که جریان داعش و طالب از دیگر جای به سمت شمال برد. و او پروژه‌ای را که به نحو از آنها ما برش باور داریم که پروژه ناامنی آسیای میانه به عنوان یک بخشی از بازی بزرگ جهانی، نه بحث بسیار کوچک، یک زاویه و کارنر از زاویه های کلان بازی های جهانی بحث آسیای میانه است. بله، چون امروز دنیا متوجه است که شرق قدرت پرور است، شرق امپراتوری پرور است و یک قسمت از شرق فوق العاده که قسمت کشورهای حوزه نفوذ روس و چین باشه، اینا استعداد پرورش قدرت‌های بسیار کلانی را دارن. به او اساس بعدی ساحات ناامن شوه، این کشورها از درون دچار مشکلات و مسائل شوند تا به او جایگاهی که احتمالاً برسه و تهدیدشان بکنن نرسن. جناب اکرزاب خیلی زیاد خوش آمدین. سهم روزها در نامنی های شما چیز؟ شما را گمان این است که اونا از قبلها شروع کردن به کمک با طالبا و عملا در نامنی های شمال و حملات پیچیده مثل رویداد تروریستی قلعه اردوی شاهین ممکن دست روزها باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمان گرامی و همه هموطنان ارجمند، سلام و درود میفرستیم برای شهدای مظلوم افغانستان. بحث تداخل روس ها در افغانستان یک ریشه یا پیشینه قدیمی داره. یعنی روس ها از دیر زمان در مسائل افغانستان دخالت های سیاسی، دخالت های نظامی، دخالت های استخباراتی خود دارن. خب اما این دخالت ها در 15 سال اخیر که در این پسان ها شروع شده، در آغاز در ماموریت خارجی ها و غربی ها به رهبری آمریکا، روس ها
حمایتگرش بود و عملا از ماموریت مبارزه با هراس افکنی در افغانستان حمایت میکرد. بله، وقتی که به هر بهانه غربی ها پایشان به افغانستان گذاشته شد، روس ها تقریبا به نوعی مشوق آمدن غربی ها بودند، چون تجربه ای که روس ها داشتن که آمدن غربی ها در افغانستان به درازا میکشه. یعنی به این مسائل نیست که غربی ها بیایند و افغانستان را به اصطلاح اشغال بکنن یا حکومت تعیین بکنن و به نوعی خود فارغ البال بسازن، چون شناخت روس ها از افغانستان قوی تر از غربی ها بود. یعنی خواستن آمریکایی ها در دام بره. بله، یک پدیده بود که در زمانی که روس ها تقریبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه فقط برای تجدید قوا و به یک نوعی حالت خود را حفظ کرده بود که در خیلی از مسائل ها دخیل نمیکرد. اما با گذشت زمان که شما دیدین که بحث جنگ ها وقتی که در کشورهای سوریه و عراق و اینها سرازیر شد، روسیه چهره خود را عوض کرد. یعنی عملا همو عملیات ها و یا حرکات هایی که در داخل افغانستان داشت در یک کشور خود را عملا خود را نشان داد، حتی مستقیم رقابت کرد. یعنی در خیلی از مسائل ها خود را دخیل قضیه ساخت. بعد در قسمت افغانستان هم دیگه نخواست که روسیه فرصت زیر پیدا کرد یا وقت او رسیده بود که دوباره قد علم کنه. حالا اگر مخفیانه کارهای در قسمت افغانستان میکرد، طی چندین ماه در سال گذشته دیدیم که کنفرانس ها و ایجاد نشست ها و اعلانیه ها به نوعی پشتیبانی های خود در از طالبان یا از جنگ افغانستان به نوعی غیر مستقیم اعلام کرد. شما تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان میگن؟ یقینا. وقتی ببینید به نوعی یک کشور قدرتمند مثل روسیه در یک قسمت از جریانات سیاسی خود دخیل میدانه و به نوعی بحث صلح افغانستان وقتی به بین میایه، او هم بسیار یک سوژه ای که بحث صلح هست و روسیه میخواد در اینجا یک نوع پرانتیز باز بکنه یا دخالت که ما هم هستیم. یعنی تقریبا چون خب روسیه هم عضو شورای ملل متحد هست، عضو شورای امنیت ملل متحد هست، یک کشور قوی هست، حرف روسیه باز تنها حرف روسیه نیست، حتما کشورهای مثل مقتدری که در کنار خود داره. اینه که نقش منفی روسیه حالا دیگه شک و گمان نیست، یه چیز یقینی و واقعی که جریان داره. برای فعلا بله. یعنی برای فعلا چی سود میبره؟ به باور آقای منتظری که در پی ضربه زدن آمریکا است، در پی تضعیف حکومت طرفدار غرب و در پی انتقام کشی و تکرار تاریخ، یک انتقام شکست شد یک جنگ جریان بید. چند یک جریان میتونه که چند بهره را داشته باشه. یعنی روس ها اول میخواهند که چون افغانستان کشور همسایهشان هست و تحمل کرده نمیتونن که اینها در کنار افغانستان باشن و سیاست افغانستان بیرون باشن. این قطعا سرمایه گذاری های بسیار دیرینه در افغانستان دارن که در اینجا احزاب چپی مثل پرچم و خلق و اینها رو در اینجا تقویه کردن، رشد دادن، یک دوران حکومت کردن در افغانستان. اینها به ذهن روسا هست. و بحث دیگری که وقتی که با یک کشورهای یا با غرب رقابت داره، یقینا هر در هر مقطعی در هر جایی که بتونه در هر بهانه‌ای که رقیب خود را به اصطلاح ضربه بزنه یا رقیب خود را کند بسازه یا رقیب خود را از صحنه بیرون کنه، در از او چی افغانستان باشه، چی یک کشور دیگه باشه، چی بهانه‌ای، هر بهانه‌ای که بو باشه، او از او استفاده خود میبره. و فعلا همین بهانه ای که به دست روس ها آمده، خب یک بهانه ای هست که برایشان توجیه پذیر هم هست که ما اگر غربی ها بگن که شما چه کاره برای افغانستان، میگن شمایی که از هزارها کیلومتر میایین و سرنوشت افغانستان دخالت میکنین، ما همسایه هستین، اگر خانه همسایه آتش بگیره خانه ما هم میسوزه و ما مجبوریم برای دفاع مرزهای خود، برای دفاع از خود دخالت بکنیم. برای این است که شما رو میگن داعش بهانه بیش نیست پیش روزها و هدف اصلیشون ضربه زدن آمریکا است. اصلا نمی خود داعش چی در افغانستان چی در هر حوزه‌ای که وجود آمده، تا حالا هر کسی که تحلیل کرده فقط
اینها رو پروژه جنگ خوانده که چون پیدایش اینها حکومت افغانستان که بیشتر پاکستان مقصر است. داعش هم در حقیقت بیرقی وست کده امون طالب هست و پروژه دست پاکستان هست. شک نیست که در اگر از پاکستان آبشخور اینها از پاکستان باشه، مسیر کشورهای دیگر هم میتونه که از مسیر پاکستان خود رو برسانه و افغانستان با کمال تاسف در پیکر زو به حدی به هم ریخته و شکسته شده که نه تنها مرز که ما با پاکستان داریم مسئول نیست، از هر مرزی از هر راهی که بخواهن میتونن هسته گذاری بکنن. شاید در درون افغانستان یک جریان داعش باشه که به گفته شما تابعی از پاکستان بشه، ممکنه جریان های دیگری باشن که اینا باز به پاکستان سرکار اندش بشین، چون در بعضی از برخورده هایی که در درون افغانستان شده، جنگ های جبهه‌ای و درگیری که در بین خود نیروهای مخالف حکومت افغانستان شده، همین نشان میده که اگر همه آبشخور از پاکستان می بود، چرا پس درگیری ها در درون افغانستان شکل میگیره؟ اینا خود تضعیف میشن، اینا خود نیروهای خود رو میکشن. پس معلوم میشه که رقابت های در درون آنها هم هست. یعنی افغانستان تنها گفته نمیتونین که از جنوب افغانستان اینا به اصطلاح سازماندهی میشن. جبهات مختلفی میتونه باشه، حتی کشورهای همسایه ما، حتی روسیه، حتی چین، کشورهای غربی، همسایه غربی ما، هر کدامشان فعلا مخالفین خاص خود را دارن. خب در این صورت افغانستان میدان جنگ کشورها شده. بله بله. پایان این بازی چی میشه؟ ضرر کی میکنه؟ اخو یقینه که متضرر ملت مظلومی هست که از 40-50 سال به این طرف این ملت تمام ثروت و اقتصاد و وقت و زمان و جوان و انرژی خود از دست داد. دیگه ما هر روزی که از ما فرزندان ما کشته میشه که ما قربانی و ما میشیم. اما اگر بحثی هست که این هم دو عوامل داره، همین جنگ یا تداوم جنگ در افغانستان یک عوامل خارجی داره که میتونه رقابت کشورهای منطقه باشه، میتونه که منافع آبی که افغانستان داره به دیگرا از آب افغانستان استفاده میکنن، نوعی جنگ افغانستان باید ادامه پیدا کنه، میتونه مواد مخدر بخش کلان از این جنگ داشته باشه که وقتی که در افغانستان در جنگ به سر میبره یقینا بهترین فرصت برای قاچاق و مواد مخدر و پولهای کلان 70 میلیارد دلاری هست. اما یک قسمتی که به خود افغانا برمیگرده با کمال تاسف که هم قسمت عوامل داخلی یا هم عوامل های خارجی، عوامل داخلی عواملی هست که مدیریت کلان افغانستان که به اصطلاح رهبران یا سیاستمدارانی که هستن، اینها هم ضعیف عمل میکنن، اینها هم بد عمل میکنن، هم در گذشته با انتخابات بد بازی کردن، نام جمهوری را بدنام شد از پیش ما، موضوع فساد و اینها باز عواملی هست که تشدید بحران میکنه. اگر ایجاد بحران از یک طرف دیگه شده، و یعنی مثال بزنین که اگر یک نفری دستش زخم میشه، اگر ایر نظافت نکنه و ایر متوجه نباشه، خب ممکنه همین یک زخم کوچک به خاطر غفلت ها، به خاطر نارسایی ها میکروب بگیره و انتانی بشه و دستش قطع بشه. یعنی عوامل داخلی ما فوق العاده تشدید بحران کرده. صلح نتونستیم دست پیدا بکنیم، نتونستیم که افغانستان یک ثبات سیاسی برسانیم. هر کدام که آمدن امروز همین وضعیتی که از دیروز تا حالا تا یک هفته در جریان قرار داده، شما ببینید که فقط منافع اشخاص و افراد که سرنوشت افغانستان خوب و بد تعریف میکنه. سپاسگزارم آقای منتظری. خب با این صورت که وضعیت خیلی پیچیده تعریف میشه در جنگ افغانستان، روس‌ها هم دخیل است، کشورهای شرقی و غربی هم دخیل است، به نوع از گروه های روسفکن حمایت میکنه، مثلث تروریسم، قاچاق مواد مخدر و استخبارات منطقه در جنگ افغانستان دخیل است، چیزی که مقامات نظامی و سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان اشاره دارن. خب با این تعریف و با این وضعیت جنگ به می صورت ادامه پیدا میکنه، ابعاد جنگ فکر نمیکنین وسیع تر از حالا شوه، ضرر اصلی را کی میکنه؟ بحث تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان را شما با دو تا فلسفه میتونین فرضیه برش بسازین که آیا در افغانستان جنگ دوام پیدا میکنه یا به زودی ها انتظار صلح بود. او دو تا فلسفه، یک فلسفه داخلی جنگ است، یک فلسفه خارجی جنگ است. هر دو فلسفه متاسفانه یک فرضیه برای ما میده که او
تداوم جنگ در افغانستان پیشکش میکنه. فرضیه ایست که در افغانستان جنگ به یاسانی ها خاتمه پیدا نمیکنه. فلسفه داخلیش بستر جنگ اینجا مساعد است. ما با تمامی تحرکاتی که برای صلح داشتیم، تمامی برنامه ها، هزینه ها، سازماندهی، هر آنچه که داشتیم، فقط بازی با سربارها، با سرشاخها، با روبناها بوده، نه با زیربنای جنگ در افغانستان. در افغانستان بستر جنگ وجود دارد. شما ولایتایی را دارین که تفکر سلفیگری، تفکر تکفیری، تفکر رادیکالیزم، تفکر تندروی به عنوان یک ارزش پذیرفته شده و در حال شیوع است و یا محصول امو ولایت تراشی های دیروز است که ما به اعراب کردیم، امو جایگاه بادارباشی هایی که دیروز به پنجابی ها دادیم و یا آوردن فضا را یک تفکر بسیار منحط رادیکالی که بسیار با اسلام فاصله داره امروز به بسیار از ولایت افغانستان که هم مرز با جبهه دیوبندی هست شکل داره و وجود داره. شما چقدر میخواین از این مردمی که این نوع طرز تفکر را داره بکشین تا جنگ خاتمه پیدا بکنه؟ یک قسمت از فلسفه داخلی. دو، مادامی که یک ملت هویت ملی واحد را تعریف نکنه و به او پابند نشوه، یعنی به یک ملت واحد مبدل نشویم، شما چگونه دولت ملی ایجاد میکنین؟ نیشن استیت یا دولت ملی را که امروز به عنوان یگانه مدل موفق در جهان دارین، دولت ملی ما بعد داشتن هویت ملی است، ما بعد داشتن یک ملت واحد است. اردوی ملی، پلیس ملی، شورای ملی، منافع ملی، سیاست ملی، موضع‌گیری ملی، همه اینا یک بستر قبلی برای خود داره که باید ساخته شده باشه که ملت سازی است. که بعضی از کشورها ملت سازی را از بالا با پایین آوردن تطبیقش کردن، بعضی از پایین به بالا. نه ما از پایین به بالا ملت سازی کردیم، نه از بالا به پایین. امروز دولت ما و کشور ما، جامعه ما در شگاف‌های متراکم اجتماعی می‌سوزه. ما 6 نوع شگاف اجتماعی داریم که کلانترین و خطرناکترین شگاف متراکم است که چراغ سرخ روشن میکنه. اختلاف نژادی و اختلاف زبانی، هر دو از نوع شکاف متراکم است در جامعه ما. ولو ظاهرا در بازار ما با هم دیگر برخورد میکنیم، در اداره دولتی با هم کار میکنیم، در داد و ستاد تجارتی با هم هستیم، در حوزه های اکادمیک با هم هستیم، این بودن ها به معنای این نیست که شکاف ها فراموش شده. در مرکز نور یعنی پانتون کابل شما برین، هنوز بین استاد، کسی که تنویر از افکار و از هان میکنه، کسی که انسان تربیه میکنه، کسی که جامعه تربیه میکنه، عموج شما میرین، شما یک تبعیض منحط و غیر انسانی و غیر اسلامی رو پیدا میکنین. ما نتانستیم نخبگان ما، دولت ما، چیز فهمای ما، ببخشین وکلای محترم ما، شخصیت های ما، رهبرای سیاسی ما، یک برنامه واقعی با یک هزینه منظم برای ملت سازی و کاهش این فاصله های اجتماعی نتانستیم ایجاد بکنیم. پس این فلسفه دومی است از فلسفه های داخلی که تضمین میکنه نزاع و جنگ را در افغانستان. هر یک از منصبدارای افغانستان تا زمان در چوکی است ملی است، وقتی که از چوکی پس میشه عاجل علت برطرفی خود، علت مشکلات خود قومی اعلان میکنه که من چون متعلق به فلان تبار هستم، هی قوم رستاخیز بپا کنین که مرا به خاطری که منصوب به شما مردم هستم چنین میشه. و کسایی هم که در قدرت باقی میمانه، اینا هم یخن بالا میندازه بین قوم خود که من چون متعلق به شما مردم هستم، ما شما مردم سرفرازی هستیم، با عزتی هستیم و تضمین شده از قدرت ما. خب با این اما فلسفه داخلی هم داره، اجازه بدین شما خدمتتون عرض بکنم که خطرناکتر از این فلسفه های داخلی و عوامل داخلیش، ما در دور روابط بین الملل، در بازی های نظام بین الملل در جای قرار گرفتیم که اون نوع بازی ایجاب میکنه که ما باید در جنگ باقی بمانیم. نوع بازی، نوع سازمان نظام جهانی امروز از نوع تک چند قطبی است. تک چند قطبی یعنی یک محوریت داریم، متروپول به نام ایالات متحده، اما تک قطبی هم نیست، دو قطبی هم نیست، قدرت های دیگه هم حول محوری شکل گرفته، هم در متحدین ایالات متحده آمریکا، هم در این طرف از غیر متحدینشان. در نظام تک چند قطبی چند نقطه بین قدرت های بزرگ مورد منازعه است که تسلطشان بر روی
تلاش داره هر یک تسلط بیشتر در اوجه داشته باشه. از این چند نقطه داغ جهان که تمامی قدرت ها تلاش میکنه در اوج نفوذ داشته باشه، یکش افغانستان است. پس حوزه استکاک، نقطه استکاک، حلقه مفقوده ای که هر کس میخواد این حلقه را به خود وصل بکنه، یکی از او حلقه های مفقوده و حوزه های استکاک افغانستان است. و اینی جاست که متاسفانه تداوم جنگ در اینجا تضمین میکنه. ولی این به این معنا نیست که ملت ما ناامید شوه، دولت ما ناامید شوه که ما نمیتونیم از این بحران براییم. شما وضعیت آلمان ما قبل آلمان متحد را وقتی میبینین، ما قبل دوره بسمارک میبینین، به مراتب وضعیتش بدتر از ماست. کشورهای مختلف دیگه میگین که عوامل و نشانه ها بیانگر تداوم جنگ و بحران در افغانستان است. مگر راهکارهای وجود داره که ما راهکارهای وجود داره که از این وضعیت بیرون کنیم خود را؟ خب یک چیز محال نیست که دولت افغانستان چی سیاست داشته باشه. بله عزیزم. و نقش متحد افغانستان و آمریکا چی میتونه باشه؟ آمریکا چی میتونه کمک بکنه برای دولت مردم افغانستان برای سرکوب طالبان و داعش اگر واقعا متحد است؟ آمریکایی ها برای صفر شدن جنگ در افغانستان به تنهایی خود بدون بیدار شدن ما از خواب هیچ کاری نمیتونه. در حالی که نمیخواه. آمریکایی ها هم نمیخواه ما از جنگ بیرون شویم. حتی اگر بخواه. ولی دولت ما، حکومت ما، ملت ما، نخبگان ما، احزاب سیاسی ما، طبقه روشن و طبقه متوسط ما با سیستمی که حال عمل میکنه، اگر عمل بکنه، حتی اگر آمریکا ایجا امنیت بخواهه، باز ما به هم نمیرسیم. وقتی که از یک طرف ما یک متحد استراتژیکی داریم، رقیب داره دیگه، دست کشورها هست، رقیب داره و این سادگی هم نیست که امنیت. بله، بعد شگاف های اجتماعی ما سبب میشه که یک مجموعه ما با آمریکا همکاری بکنیم، مجموعه دیگه بریم به زور دست و پای روس ها رو گرفته بیاریم دستش تا آرنج به سرنوشت ما دخیل بسازیم. مجموعه دیگه میره ایرانی ها را دستش تا آرنج به سرنوشت ما دخیل میسازه. مجموعه ای هم شما دارین که هم اکنون ممکن است با ایسای همکاری جدی داشته باشه که داره. اینا یکی از عواملش و بحث های ایدئولوژیک بود که گفتم بستر ایدئولوژیک فراهم است، بستر فرهنگی فراهم است، بستر عقیدتی فراهم است، بستر اقتصادی فراهم است. مردم گرسنند، مردم گرسنند و تو در فکر مذهبی پیام علامه بلخی شهید. یک بحث دیگه ایشیست که اینی اختلافاتی که من از برادر خود میترسم، برادر ما هر یک از قدرت هایی که یک دست نوازش آنی به سر برادرم بکشه، من فوراً به رقیبش رفته میپیوندم، متحد میشم، اسلحه، امکانات، شبکه استخباراتی، اطلاعات، همه گپاره از اون طرف تنظیم میکنم. من بازم میخوام پرسشم تکرار بکنم، هرچند شما به نحوی اشاره کردین که این مشکلات وجود داره و دقیقاً راه حل هم نیست که این مشکلات رفع شود. شما گفتین ملت سازی نشده، بسترهای هراس افغانی مساعد است، باید علیش مبارزه میشد که نشد، با زیربناها مبارزه نشد و نو نظام بین الملل هم و ساختار نظام بین الملل هم ایجاب بکنه که خب افغانستان نقطه بحران و تداوم کشمکش ها بین قدرت ها باشه. خب در این بین سیاست دولت افغانستان چه باشه؟ نقش متحد استراتژیک افغانستان و متحد ویژه افغانستان آمریکا چی میتونه باشه برای کمک به دولت افغانستان؟ چند تا از فهرستوار عرض میکنم. متحد استراتژیک خود به هیچ قیمت از دست نده، چون قدرت های منطقه توانایی جایگزین شدن برای متحد استراتژیکش نداره. هیچ کشوری، حتی روس ها و چین، هیچ کدامش. دو، اتحاد یا ائتلاف سیاسی با قدرت های بزرگ هیچ کشوری را از دوستی و همسویی با منطقه بی‌نیاز نمی سازه. یک پهلو نباید با آمریکایی ها غلطید، باید کشورهای منطقه را در نظر داشت، با اینا وارد مراوده شد. اما این دو جناب دکتر، اجازه بدید که دوستان امکان وقتی که کشورها در تخاصم با هم میتونه شوه، چین، روس، میتونه شوه، پاکستانیا در تخاصم هستن، چطور امکان داره که ما توازن بین اینها حفظ کنیم در صورتی که متحد استراتژیک آمریکا باشیم؟ خب دو سه نکته دیگه رو عرض میکنم که فورس تکمیل شه، بعد اینم عرض میکنم که امکان داره. به ادامش نظام سازی یعنی چی؟ یعنی بریم به طرف دولت الکترونیک. در غیر صورت شما فساد کنترل کرده نمیتونین و شایسته سالاری هم نمیایه و نیروی جوان هم نمیایه. دولت الکترونیک. ای سه. چهار، حکومت ما از دست سیاستمداران خارج و به دست مدیران سپرده شد. این نظام باید سیاستمداران نه، باید مدیران اداره بکنن. و پنجم، امکان نداره بدون هویت ملی، ایجاد هویت ملی و ایجاد و تحکیم پایه های وحدت ملی، ما با روی کرده فاشیزم نمیتونیم حکومت داری بکنیم و رهبری بکنیم. میمانه بحثی که چگونه کشورهای متخاصم و کشورهای مخالف در یک حوزه جمع کرد در صورتی که اینا در تخاصم با هم عمل میکنن.
بسیاری از کشورها را نمیشه کشورهای متخاصم نامید. مثلا چینایی ها، چینایی ها با امریکایی ها در تخاصم نیست. ایرانی ها با امریکایی ها در تخاصم هست. میگن که هدف حضور آمریکا در افغانستان و پیرامون این منطقه مهار چین است. مهار چین مهار گاهی از روی رقابت است. رقابت های اقتصادی. امروز سیاست در اقتصاد هضم شده. فرهنگ هم در اقتصاد هضم شده. وقتی که اقتصاد اول و زیربنای قدرت شد و متحلیل کلانی که دارن، رشد سرساماور چینایی ها برای همه قدرت های رقیبش خطرناک است، به خصوص برای آمریکایی ها بسیار هراس افکن است برش. خب. برای تضعیف و برای کندی و بدتی ساختن حرکت اقتصادی چین باید یک دردسر برش خلق شود. خب برای این مخالفت میکنه بزرگ این مخالفت است. حال موجودیت یک متحد استراتژیک برای افغانستان مانند ایالات متحده آمریکا و همپیمانی با چینایی ها میتونه تحلیل شود. چینایی ها بخواه آمریکا در افغانستان حضور داره، نخواه. روس ها بخواه، نخواه. دقیقاً سوال هم نیست وقتی اینا در تخاصم با هم عمل بکنن و با هم دشمنی و تخاصم داشته باشن چگونه بتونه متوازن افغانستان؟ حالا شما اجازه بدین که قسمت را تکمیل کنم. به دامن آمریکا جلوگیری شد. سوال تکرار است. بله. عزیزم سوال تکرار است. چینایی ها بی علاقه نیستند که علاوه بر اینکه آمریکایی ها در اینجا حضور داره و دولت افغانستان وارد داد و ستد هست، اونا هم وارد داد و ستد باشند. وقتی که میبینه که با هر نوع مخالفت نمیتونه دست آمریکایی ها را از اینجا قطع بکنه، گزینه دوم چی واقعی میمونه؟ گزینه دومی است که در کنار ایالات متحده آمریکا اینا هم حوزه نفوذ خود در افغانستان حفظ بکنه. و زمینه های بهره‌برداری که چینایی ها از افغانستان داره در بعضی موارد حتی آمریکایی ها نداره. منافع اقتصادی که چین میتونه از افغانستان تأمین بکنه اگر ما مرد ارائه شویم و پرزنت شویم، آمریکایی ها و بهره‌برداری نداره. شما میدونین که چین بیشترین و ارزانترین نیروی بشری را برای کار داره ولی بیشترین مواد خام را نداره. مواد خامی را که بتونه این نیروی بشری را برای تولید به کار بیاندازه از او سوی دنیا حتی از آفریقا رفته میانن، در حالی که بسیاری از مواد خام شما در افغانستان داریم. بله. و فاصله بین افغانستان و جمهوری خلق چین ما مرز داریم دیگه، مرز مشترک داریم امروش. فقط روس هاست که اینجا آشتی ناپذیر باقی میمانه با افغانستان متحد استراتژیک آمریکا. روس ها با باور ما اترام نیست که هیچ کنار نیایه. کنار میایه تاکتیکی، به این معنی نیست که کاملا رد بکنه حضور آمریکا را از افغانستان. بله. ولی به این معنی نیست که کاملا مجالش بده. حال ده اینی وسط هرگاه احساس میکنه که نیاز به این از تندتر عمل بکنه، مثل کال قضیه رفته به سمت شمال و سمت شمال ناامنیش شیوع میکنه به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از این طریق به حوزه نفوذ و بالاخره به خود روسیه. اینجا شدیدتر عمل میکنه. اما اگر ما بتونیم یک مقدار جنگ در اوج مهار شوه و تهدیدات امنیتی او سوی مرزهای ما کمتر شوه، باز روسها تاندازی کنه. سپاسگزارم جناب وکیل. خب وضعیت شما پیچیده تعریف کردین، گفتین که دوست همه کشورها و بسیاری از کشورهای منطقه در جنگ و نابسامانی افغانستان دخیل است. خب در این بین سیاست دولت افغانستان چه باشه؟ با تبصره جناب دکتر که نشانه ها حاکی از این است که ما شاهد تداوم جنگ و نامنی در افغانستان هستیم، به باورشون که ما باید متحد استراتژیک مان آمریکا را از دست ندهیم، در عین حال توازن در روابطمان داشته باشیم، از افتادن بیش از حد به دامن آمریکا جلوگیری شود، دولت الکترونیک ساخته شود، مدیران سر کار بیایند و وحدت ملی تحقیق شود اگر وجود داشته باشد. یقینا اینا بله. مؤلفه هایی هستند که برای ثبات افغانستان میتونن کمک بکنن. یقینا مهمتر از همه این است که یک اراده ملی برای افغانهایی که فعلا امید خود را از دست میدن، یعنی در جنگ فرسایشی یا جنگی که افغانها توان تداومی جنگ ندارن، واقعا برای افغانها کلن دیگه در یک حالت قرار گرفته که آرام آرام رویه خود را میبازن. شما وضعیتی که در اواخر در افغانستان مخصوصا در چند حادثه صورت گرفته، وضعیت تجارت، کاروبار، خیلی از چیزها و فرار مردم، سرمایه ها از افغانستان هم نشان میده که در افغانستان بسیار مشکل هست که ما همواره بتونیم جنگ رو مدیریت بکنیم. اراده قوی ملی به وجود بیاید برای دفاع از افغانستان
دوباره ملتی که در مقابل روس بسیار با یک شهامت یا غیرت استادگی کرد، دوباره او شهامت ها و غیرت دفاعی رو برای مردم افغانستان ایجاد بکنیم. چگونه میتوان این وضعیت کنون رو کرد؟ هر کشوری ای که آمریکا را از دست دهیم، خب طبیعه در این حال توازن در روابط داشته باشیم. ما توازن ممکن است در که روابط ما هم روس ها را داشته باشیم، ببینید هم داشته باشیم، هم پاکستانی ها را هم و هم گاهی گاه فرصت های طلایی که برای رشد یک ملت یا حکومت پیدا میشه همین تو فرصت هاست. ممکنه در فرصت خیلی خوب، اما که کشورهایی است که امروز مانع توسعه و پیشرفت افغانستان شده، امروز نصف خاک افغانستان پیش طالبان و رسفگان است و خیلی با شدت هم عمل میکنن، جنگ میکنن. نمیفهم بیشتر از 20 گروه رسفگان فعال است در افغانستان، عملا جنگ جریان داره، مانع پیشرفت میشه. در چنین عمل دارن، ممکن هست که ما با اینا کنار بیاییم و توازن رو حفظ بکنیم. در مسائل های رابط های سیاسی که به فعلا مثلا هیچ کشوری مستقیم تا حالا نگفته ما دشمن افغانستانه، حتی همین کشورها طالبان رو کمک کنه، دولت افغانستان رو کمک میکنه، همین پاکستان هم پول برای افغانستان وعده کرده، هم میده، هم به اصطلاح رابط خود حسن نگاه میداره. ببینید بازی رو از پاکستان یاد بگیرین. اگر افغانستان میتونستن مدیران خوبی باشن، زمینه رشد بعضی کشورها در چنین بحرانهایی میتونن خود رشد بدن. خب من میخوام واضح پاسخ بگیرم و واضح سوال بکنم. خب شما میگین که روزها عملا حمایت میکنن طالبان و این واضح شده، جای گمان تردید نیست. به اون شکل ما جلوی اینو تا حالا روزها عملا شما هیچ وقت تا که من رد کنم، ولی اگر روسا عملا کمک بکنن خب فردا تیاره میدن، موشکای بسیار قوی میدن. خب شماری از وجود جنگ افزارهای روسی و جنگ افزارهای نوع روسی در شمال افغانستان پیش طالبان میگن پیدا شده، ولی اینها خود در یک قسمت یک بخش خود برای فشار آوردن اینه. شریک ساختن. باورتون ایست که روسها حالا طالبان را به نحوی کمک میکنن اگر جنگ افزار خفیف است یا کمک اطلاعاتی؟ ممکنه قسمتی از طالبان رو فعلا در قسمت های سیاسی، بحث های سیاسی که حتی شما تا از زبان روسا نشنیدین که طالبان رو تایید بکنن، گفتن که حتی هم کنفرانس ها و سیمینار هم گرفتن، اینا رو بهانه صلح دادن که ما میخواهیم زمینه صلح برای افغانستان آماده بسازیم. یعنی تا حالا قصدن اونا اعلان نکردن، حتی پاکستانی که اما میگین که کمک میکنن به طالبان، کمک میکنن و میگین که تخاصم با آمریکا در بله بله این واقعیت است. ولی بس چگونه جلوی اینمی مشکل بگیریم؟ افغانستان اگر مدیریت کلانش خیلی از کشورها همین شیوه هایی که در افغانستان اومده در کشورها هم هست. به طور مثال ایران چندین سال در این حالت به سر میبره، خود پاکستان به این حالت، ژاپن مثلا کشوری است که با مستقیم با غربی ها پایگاه داره در ازو، ولی مدیریت میکنن، میتونن که منافع، به طور مثال همونطور که استاد اشاره کردن، چین ها منافع اقتصادی دارن، منافع همسایه دارن، روس ها منافع دارن، ایرانی ها منافع دارن. روس ها که مخالف حضور آمریکا هستند بار بسیاری، وقتی آمریکا قرار باشه اینجا دوامدار باشه و پایگاه امنیتی داشته باشه که روس ها قناعت میکنن به این موضوع و کنار بیاین. اگر روس ها متوجه باشن که از حضور آمریکا در افغانستان به روس ها صدمه نمیرسه، شکی نکنم کنار بیاین. اما اگر اونها به این تشویش شدن که پایگاهی که در افغانستان ساخته میشه یا حضور آمریکا یا برای روس ها در دست سازه، طبیعیه که در اون وقت تشدیدشان بیشتر میشه. یکی هست که شما دفاع میکنین از خود، یکی هست که شما تعرض میکنین. در افغانستان در چنین فرصتی، در چنین همین سالهایی که به وجود آمد، بحث انقلاب، بحث آمدن روس ها در افغانستان، بیرون شدن روس ها، آمدن کشورهای غربی، جمع شدن کمک ها، ذهنیت تمام دنیا، اگر افغانستان ظرفیت مدیریتی این کار را می داشت، به خیلی به خوبی میتونست که از اینا استفاده خوب بکنه. سپاسگزارم. اما متاسفانه خیلی از فرصت ها را هم از دست داد، از پول ها را هم از دست داد. جناب دکتر، اگر روزها به این باور برسند که حضور آمریکا در افغانستان به ضررشان نیست، در اون صورت کنار میان و مداخله نمیکنند. چون این چیزی ممکن است در صورتی که ما حضور نظامی آمریکا و امنیتی آمریکا را در افغانستان داشته باشیم، باز روزها قناعت بکنند. با توجه به نمو تحلیل هایی که شما داشتین، حضور آمریکایی ها در افغانستان 100% به ضرر روس ها هست و هیچ گام روس ها به این فکر نمیشن که حضورشان به ضرر اینا نباشه. ولی حداقل چیزی که میتونه یردور در کنار هم قرار بده این است که روس ها میدانن که ما آمریکایی ها را بیرون کرده نمیتونیم
ولی میتونیم در حمایت از نظام افغانستان و در نفوذ در افغانستان ما هم سهمی داشته باشیم. به این خاطر با پیمانه خودش در کنارشان استاد میشه. یک چیزی که برداشت میشه است که آمریکایی ها شکست ناپذیر هستند در افغانستان. اگر روس ها هم با دشمنی عمل بکنن و چینی ها هم عمل بکنن و طالبان هم عمل بکنن، روس ها آمریکایی ها شکست نمیخوره. معناش این است که توسط روس ها آمریکایی ها از افغانستان ممکن نیست خارج شوند. حداقل چیزی را که میدونیم از آقایان دکتر شکی منتظری استاد دانشگاه و خلیل احمد شهید زاده عضو مجلس نمایندگان سپاسگزارم. از همراهی شما بینندگان عزیز، خدا نگهدار.